دایر شدن نشست اعضای کابینه طالبان تحت تدابیر شدید امنیتی در قندهار. ترور یکی از اعضای ارشد طالبان پاکستان در افغانستان. غنی خواستار اجماع ملی. تمسخر طالبان بالای غنی. با پرواز آمدن جنگنده خطرناک بر فراز آسمان افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تدابیر شدید امنیتی در شهر قندهار. 8 صبح قندهار. منابع در ولایت قندهار میگویند که نشست اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان تا روز پنجشنبه 4 عمل در این ولایت ادامه می‌یابد. هیئتی از اعضای کابینه به ریاست ملا عبدالغنی برادر از روز سه‌شنبه 2 عمل به این سو در این شهر به سر می‌برد. به قول منابع، تعامل با جهان، رسیدگی به مشکلات و برنامه‌های آینده محور این نشست است. گزارش‌های تایید نشده نشان می‌دهد که شماری از وزیران و بزرگان کابینه و شمول رئیس الوزراء در این نشست اشتراک دارند. گفتنی است که از 3 روز بعد این سو تدابیر امنیتی به خاطر این نشست در قندهار اتخاذ شده و برخی از جاده ها به گونه کامل بر روی ترافیک مسدود شده است. ترور یکی از اعضای ارشد طالبان پاکستان در افغانستان. افراد مسلح ناشناس حکیم سندهی، یکی از اعضای ارشد طالبان پاکستان را در ولایت قندهار ترور کردند. یک منبع امنیتی در گفتگو با روزنامه 8 صبح این رویداد را تایید می کند. حکیم سندهی در نخست یکی از اعضای گروه شبه نظامی لشکر جهنگوی در پاکستان بود، اما بعدها با طالبان پاکستانی TTP هم دست شد. سندهی پیش از این چندین بار در ولایت‌های ننگرهار و کنر نیز دیده شده بود و از چندین عمله در این ولایت ها جان به سلامت بدر برده بود. غنی خواستار اجماع ملی شد، طالبان تمسخر کردند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین که به امارات فرار کرده، با انتشار یک پیام صوتی به مناسبت سال نو خورشیدی خواستار ایجاد اجماع ملی برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی شده است. طالبان اما با متفکر دوم خواندن او، ایدیاش برای وضعیت سیاسی را مسخره کردند. آقای غنی با اشاره به مشکلاتی که افغانستان به آن دچار است، پیشنهاد کرده که برای حل بحران مشروعیت نظام یک گفتمان ملی را اندازی شود. آقای غنی در سومین اظهارات خود پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط مجدد گروه طالبان بر افغانستان، پیشنهادات در 7 ماده نیز اعلام کرده است. او در پایان پیامش تاکید کرده است که به عنوان یک فرد همیشه فکر و ذهنش در خدمت مردم افغانستان بوده، اما عقل جمعی از عقل فردی برتر است. در افغانستان به او به عنوان یک خائن ملی نگاه می شود و مردم از او نفرت عمیقی دارند، زیرا او را عامل فروپاشی نظام و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می دانند. آماج نیوز گزارش می‌دهد. روایت مردم، پهپاد بی سرنشین بر فراز آسمان کابل در پرواز است، اما معلوم نیست که مربوط کی است و چه می‌کند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.